بعد از یک مکس یک روزه شاخص های بورس نیویورک به رکورد چکنی بازگشتند. به نام ناطقی از نیویورک گزارش می دهند. شاخص های سهام افتای اندک روز گذشته را رو به سرعت فراموش کردند و در نخستین اجلاس معاملاتی ماه دسامبر دا جونز با بالای یک درصد و اسنپ 500 با یک درصد رشد بار دیگر شکستن رکوردها را از سر گرفتند و شاخص نزدک برای 26 مین بار در سال جاری رکورد زد آنچه همچنان به شوق خرید سهام دامن میزند خبرهای امیدبخش درباره چشمانداز توزیع واکسنهای کرونا تا چند هفته دیگر است که برای معاملهگران بورس حاکی از احیای کسب و کار شرکتها در شش الان نه ماه آینده است به خصوص به سبب بهره ارزان و سیاست های حمایتی بانک مرکزی. جروم پاول رئیس بانک مرکزی امروز به اعضای کنگره گفت اقدامات بانک مرکزی برای خرید بدهی های دولت در بهار گذشته مبلغ دو تریلیون دلار نقدینگی برای حمایت از کسب و کارها و حمایت از دولت های ایالتی و شهری آزاد کرد. از جمله سهام سعودی خودروسازی الکتریکی تسلا قابل ذکر است که بعد از وارد شدن به 500 سهم شاخص S&P دست کم 500 درصد بالا رفت سهام داروسازی مادرنا که از دولت برای واکسن خود جواز درخواست کرد بار دیگر افزایش پیدا کرد اما سهام شرکت زوم پایین رفت چون نشان داد که هزینه جلب مشتری برای آن بالا بوده